اندکی نبات تو چایم میزنم به عشق اون فالوورم که درخواست کرده مدت زیادی بشینیم با هم چای بخوریم. اعتراف میکنم من چای خور نیستم. این چاییم با لیپتون به زور شما درخواست کرده بودی با هم چای بخوریم، اما یه ترکیبی دارم، اون ترکیب ترکیب برنده است. نون روغنی کرمانشاهی رو میزنی تو چایی این شکلی و بعد خدای من هم از این خفن‌تر نیست در جهان. درود بر شما، بامدادتون نکو باشه. بنده اهورانیازی هستم، باعث افتخارم اپیزود دیگری از خبر امروز رو ساعت 5:41 دقیقه سه‌شنبه 13 تیر ماه مصادف با 4 جون سال 2023 براتون خوانش میکنم. امروز هیچ جریان خاصی نیست، میپردازیم به بخش جذاب در چنین روزی. دقیقا در چنین روزی کامپیوتر MIT Verwend اولین کامپیوتری بود در سال 1956 که کاربر میتونست فرامین خودش رو از طریق کیبورد به اون انتقال بده. تا قبل از اون استفاده از انواع دایل ها، شماره، سویچ ها و پانچ کارت ها بودن که میتونستن فرامین کاربر رو به کامپیوتر انتقال بدن. 1956 یعنی 67 سال پیش. 67. بریم سراغ بخش بار اصلی. خیلی خب، این هم تصویر ناتینگ فون 2. کمتر از یک هفته، دقیقاً کمتر از یک هفته دیگه مونده تا رونمایی ناتینگ فون 2. 11 جولای قراره رونمایی بشه، اما مارکوس براونلی دیروز یه ویدیو منتشر میکنه و تفاوت طراحی ناتینگ فون 1 و 2 رو با هم نشون میده. در پنل پشتی هیچ تفاوت خاصی آنچنان نمیبینی جز اون گلیفش یا همون ساختار نورپردازیش. این مقطعه که سمت راست قرار گرفته ناتینگ فون 2 هستش. نکته جالبش اینه که شما میتونید الان اون نورپردازی پشت رو شخصی سازی بکنید. همونطوری که میبینید الان کمی از اون نور روشن شده، با هایلایت هم روشن شده، یعنی انحناش میبینید یک شروع نرمی داره نوره. الان توی تصویر این تایمره نشون میده که مثلا این میتونه یک ارتباطی داشته باشه با چیزی که در گوشه شما در حال نمایش دادنه. ناتینگ فون خودش به صورت رسمی با برندهای سوم شخص برای طراحی و استفاده های بیشتر از ساختار LEDش داره همکاری میکنه، به اضافه اینکه خودتون الان میتونید رنگ بندی های متنوع بچینید. چند وقت پیش هم یه ویدیو ازش اومده بود با گروه سویدیش هاوس مافیا، اگه اسمشو اشتباه نگم، که اومده بودن با رینگتونش آهنگ ساخته بودن و تأثیرش رو روی نور LEDش نشون میداد. به هر حال کارپلی آدم موفقیه در مارکتینگ. بعد منتظر بشیم گوشی جذابش بیاد تو بازار، ببینیم چه میکنه. اولین تصاویر زنده از گوگل پیکسل های 8 پرو. اگر طرفدار این دسته گوشی های گوگل هستید، کلا یه دسته گوشی بیشتر نداره، سوالمو این شکلی میپرسم، اگر طرفدار گوشی های گوگل هستید، این تصویر 8 پرو هستش. اگر دقت بکنید دوربینش خیلی بزرگتر از نسل قبل شده، ساختار طراحی شبیه همونه، اما حواشی در خمخوردگی در حواشی بیشتر از نسل قبل شده. یه چیزی که پایین فلش میبینید یک فرستنده مادون قرمز هستش. چند وقت پیش تصویر بیرون اومده بود از این گوشی، یک دماسنج بود مانند چیزی که در تصویر مشاهده میکنید. ببینید خانم گوشی روبروشه، میگیری جلو صورتش، دمای بدنش رو میسنجه. اون هم سنسور مادون قرمزشه که دارید مشاهده میکنه. اطلاعات دیگه‌ای که از این گوشی در دست رسه، 12 گیگرم، 128 گیگابایت حافظه داخلی ولا غیر. شایعاتی هست که تبلت بعدی شیائومی حرکات دست شما رو پشتیبانی بکنه با بهره بردن از یک دوربین TOF در جلوی خودش. میتونه حرکات دست شما رو پیش بینی که نه تشخیص بده و بتونید از طریق حرکات‌های دستتون تبلت رو کنترل بکنید. قابلیتی که پیشتر تو پیکسل 4 به کار رفته بود. شما تصور کنید طبق چیزی که در تصویر مشاهده می‌کنید
تبلت رو قرار بدید روی یک پایه‌ای با فاصله 15 تا 40 سانتی متری، میتونید مثلا با این حرکت دست بین صفحات جابجا بشید، پینچ تو زوم بکنید، صدا رو کم و زیاد بکنید. قابلیت جالبیه، بعد ببینیم که اضافه میشه یا نه. اما مهمتر از این قابلیت کارآمد بودنشه. کمپانی های زیادی این قابلیت رو اضافه کردن به محصولاتشون اما کارآمد نبود. یادم اگر اشتباه نکنم HTC بود، یه اسکن اضافه کرده بود، اسکن کف دست. کف دستتو میگرفتی رو گوشی اسکن میکرد، بعد گوشی آنلاک میشد. اصلا پرکتیکال نبود، اصلا کارآمد نبود. این تصویری که مشاهده میکنید نارزو 60 پرو هست، محصول جدید برند ریلمی که قرار 6 جولای عرضه بشه. ریلمی 11 پرو رو داریم و 11 پرو پلاس که فوق العاده شبیه این گوشیه. حالا این اومده با یه برند دیگری نامش رو محصولش رو عرضه کرده. طراحی پنل پشتی از جنس چرم هست و با نام مارشال هورایزن میشناسیمش، افق مریخ یا افق مریخی. محصول ظاهر جذابی داره، حواشی نمایشگر خم خورده است، 120 هرتزیه، 2K، اما مسئله‌ای که داریم نمیدونیم که ابعادش چقدره. 1 ترابایت حافظه داخلی داره، 12 گیگابایت حافظه رم و 12 گیگاب هم ویرچوال بهش اضافه میشه. نمایشگر بسیار خوب، دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی برای نسخه نارزو 60، دوربین 100 مگاپیکسلی برای 60 پرو، دوربین 200 مگاپیکسلی هم در ریلمی 11 پرو پلاس به کار رفته. این تفاوت این دوتا برند هستش توی محصول. این هم ظاهر پنل و حواشیش هست. گوشی جذابیه، خوشگل طراحی شده. در تصویر اولین تیزر از آنر ماجیک ویدو رو مشاهده میکنید، اولین تبلت خمشونده آنر که 12 جولای قرار عرضه بشه. و خود سی او آنر آقای جورج جاون گفته که این محصول انقلابی هست. بعد چیزی که در تیزر مشاهده میکنید یه فیچر فونه، یه گوشی معمولیه، یه گوشی تاشوه که شعارشون برای این محصول از توسعه، از From Progress to Evolution، Evolution شعاری که برای محصولشون مشخص کردن اینه، From Progress to Evolution، از پردازش و توسعه تا انقلاب. حالا ویدو چه مشخصاتی داره؟ نمایشگر LTPO AMOLED داره، 120 هرتزی خواهد بود. در دو نسخه چیپست عرضه میشه، اسنپ دراگون 8 پلاس نسل 1، نسخه دوم 8 نسل 2. باتری 5000 میلیان پر ساعت، 50 وات توان شارژ وایرلس، 16 گیگابایت رم، 512 گیگابایت حافظه داخلی. دیشب من خورشید ماهو من دیشب دیدم چقدر روشن بود، چقدر بزرگ بود، برام جذاب بود. لذت تماشای پرنورترین ابرماه سال را امشب 12 تیر از دست ندید. خودروسازی دوج با کیفیت ترین و ولوو بی کیفیت ترین خودروسازهای جهان در ردبندی JD Power 2023. جایگاه ایران کجاست؟ نخستین موتور خودرو آمونیاکی جهان توسط چینی ها ساخته شد. اولین ماشین پرنده در آمریکا رسما مجوز پرواز گرفت. سرویس ثبت درخواست صدور و تعویض اینترنتی گذرنامه از اپلیکیشن پلیس من حذف شد. اگه خاطرتون باشه چند روز پیش گفتن این خدمات دیگه به صورت آنلاین انجام میشه و وظیفه انجامش در اپلیکیشن پلیس منه. حالا حذف شده از این ماجرا. جی پلاس اولین ساعت هوشمند خودش رو معرفی کرده. دلفین ها با فرزندان خود به زبان بچگانه صحبت میکنن. او مای گاد. صافا کثافت نزنی به مغز بعضی از مردم ایران. بدون هیچ داستانی هم میگمش. فروش کد دعوت شبکه اجتماعی بلو اسکای با قیمت میلیونی در پلتفرم دیوار. یعنی چی؟ این چه کاریه؟ خجالت بکشین. وای بفروشم. برای درخواست آنلاین گذرنامه باید به صورت حضوری به پلیس به علاوه 10 مراجعه کنید. چندی پیش خبر ثبت اینترنتی درخواست صدور یا تمدید گذرنامه به صورت آنلاین منتشر و پیرو انتشار آن، اپلیکیشن پلیس من از دسترس خارج شد. اختلال ها در این اپلیکیشن کماکان ادامه دارد و دلیل آن استقبال زیاد مردم عنوان شده است.
با این حال گزارش‌های مردمی حکایت از این دارد که با وجود این اختلال‌ها در صورت متصل شدن به این سامانه هم در نهایت نمی‌توان این فرایند را به صورت آنلاین انجام داد. آنطور که خبرگزاری تسنیم گزارش کرده است، برای امکان ثبت درخواست گذرنامه باید از سرانگشت فرد متقاضی در دفاتر پلیس به علاوه دست ثبت شده باشد. از همین رو افراد باید به صورت حضوری به دفاتر این مراکز مراجعه کنند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که اگر پلیس من به سامانه‌های ثبت احوال و دیگر سامانه‌های هویتی متصل بود، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز امکان پذیر بود و این خدمات واقعاً به صورت آنلاین ارائه می‌شد. و این است درایت مدیران ایرانی در تصمیم گیری. بیایید آنلاینش کنیم. بیایید بروز باشیم، سامانه را آنلاین کنیم. ماها قدرت منطقه هستیم. چرا باید ثبت گذرنامه به صورت حضوری چون دهه دهل باشد؟ آنلاینش کنید. من یه روز تو این بخش توییت خانی سکته میکنم. حالا شما هی از این بخش لذت ببرید و من هی از عمرم کم بشه. در حالی که اپل به دنبال فروش 1 میلیونی از محصولش بود، به گزارش فاینانشال تایمز در سال 2024 کمتر از 400 هزار تا میخواد تولید کنه. من با یکی شرط بندی کردم، آرنا، یکی از دوستام، که گفته این محصول شکست میخوره و من گفتم شکست نمیخوره. مرسی از دوست عزیزمون سنگیونی، گفته که اپلیکیشن پرکتیکا رایگانه، البته نسخه اصلیش پولیه، با هوش مصنوعی معلم زبانتون میشه. قطعا میرم تستش میکنم، بذار همین الان دانلودش کنم. اختلال در اینترنت چی میگه؟ تحقیقات نشون میده دلفین ها هنگام صحبت کردن با فرزندان خود لحن صداشون رو تغییر میدن. کنایه تلگرام به عملکرد توییتر که اومده خودش رو محدود کرده، گفته نگران نباشید، هر چقدر دلتون بخواد میتونید تو تلگرام مطالعه کنید. ریحان سیب زمینی که سفارش داده بودی 150 تومن شد. فدا سرت. تو این یه ساعتی که سیب زمینی رو بیاره، یه پروژه طراحی سایت بسام 15 تومن، 8 تومنش هم پیش گرفتم. حالم به هم میخوره از این سبک بیزنس کردن های یه سری ها تو ایران. همه چیو ساده میکنن، همه چیو در پول تعریف میکنن. بیا ریحانه، سیب زمینی شد 150 تومن. فدا سرت؟ یعنی چی؟ مثلا الان کچ کردی بیننده رو؟ اگر علاقه مند به واکنش های زیرکانه هستید، ریپلای های سیاوش سفاریان پور رو در توییتر دنبال کنید. عالیه. ماندنی نوشته که گاهی آدم لبالب میشه و فقط با یک قطره لبریز. خیلی مثلا سعی کردن که حس خوبی رو، مثلا حس خاصی رو انتقال بدن در کلامشون. واکنش سیاوش عالیه. لبالب مثل دوبرگره. لبالب دوبرگر، دوتا برگر رو همه. این موجود نازنینیه این آقا. کنعانی: فرانسه صدای معترضان را بشنود، از بکارگیری خشونت مفرد اجتناب و به خواسته های قانونی معترضان توجه کند و توصیه هایی که به دیگران گفته اند را آویزه گوش خود کنند. وای چه خوب اینا. ساعت 6:31 از خبر امروز به پایان رسید. ممنونم از اینی که حمایت میکنید از خبر امروز. در مورد اون بخت آزمایی من یه کامنت دیگه بدم. اگر به صورت شفاف باشه و برگزاریش اینطوری باشه که سود خاصی حاصل نشه، اگر این کالا رو مثلا به ارزش یک، مثال میزنم، یه کالا 1 میلیونی گذاشته بشه، واقعا اون کالا تو بازار 1 میلیون تومان باشه، شما شانس اینو دارید اون کالا رو با قیمت 50,000 تومان، 100,000 تومان، 500,000 تومان خریداری کنید. حستون بهش چیه؟ تو بخش کامنت برام بنویسید. مرسی، روز خوبی داشته باشین.